اکثری از برنده های لاتری در این قسمت مشکل داره که ما تجربه کاری داریم ولی مدرک تحصیلی نداریم، که یکی از شروطی گرفتن ویزه لاتری همی است که شما باید حداقل مدرک سنف 12 داشته باشید یا در یک بخشی 2 سال تجربه کاری. خب سوال اینجا میاد که 2 سال تجربه کاری باید چه قسم باشد؟ چی کارهای مورد تایید سفارت قرار میگیره؟ در ادامه ویدیو با ما همراه باشین، برای شما توضیح میدم که چگونه میتونین همین تجربه کاری رو درست کنین و چه شغلهای مورد تایید سفارت قرار میگیره تا به شما کمک کنه که عمو قسم تجربه کاری که نیاز است را برای خود بسازین و کیس خود موفقانه پیش ببرید. دوستان عزیز سلام، مهدی توانا هستم، با یک ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان قرار دارم. کسانی که جدید هستین، من از طریق همین پروسه لاتری 4 سال پیش با آمریکا مهاجرت کردیم و در این چینل راجع به موضوعات لاتری زندگی در آمریکا و کسب و کار در آمریکا معلومات شریک میکنم. اگر موضوعات چینل خوشت آمد و خودت برنده لاتری امسال هستی، این کانال رو سابسکرایب کن، حتما به دردت میخوره. خب همین بحثی تجربه کاری برای خیلی از دوستان گنگ مانده، یعنی خیلی از دوستان پرسان میکنه که چه قسم یک تجربه کاری موردی تایید سفارت قرار میگیره که ما با خاطر جمع بریم به سفارت و نگران این نباشیم که کس ما رد میشه. چون بعضی دوستایی که مدرک صنف 12 ندارن نگران از این قسمت هستن. دوستان عزیز ما برای شما توصیه میکنم ایگی وقتی شما پروسه لاتری را برنده شدین، کارهای خود سرسرکی پیش نبرین، همه این موضوعات با دقت و سنجیده پیش ببرین. اگر مدرک تحصیلی یا همو حداقل صنف 12 فارغ شدین و مدرک دارین، دیگه نگران نباشین، اونمو کافی است. فقط به شرطی که شهادت نامه صنف 12 داشته باشین و نمرات 3 ساله و یک اپا مورد تایید نیست. دوستانی که از ایران برنده شدین، اونمو دیپلم که شما میگین اونمو کافی است، ولی کسایی که از افغانستان برنده شدین حداقل مدرک صنف 12 باید داشته باشین. کسایی که لیسانس دارین، ماستری دارین، او خو گپش کاملا علایده است، یعنی شما در تاپ، یعنی تایید هستین، ولی حداقلش مدرک صنف 12 است که باید داشته باشین. خب اگر مدرک صنف 12 ندارید، چه شغلهای مورد تایید سفارت است که شما در او بخش باید 2 سال تجربه داشته باشین و کسی شما رد نمیشه؟ در ادامه ما برای شما یک وبسایت معرفی میکنم که در اونجا برای شما نشان میدم که شما چگونه میتونین شغل خود را چک کنین که آیا همه شغل شما در همو رنکینگ شغل هایی که سفارت مورد تایید قرار داره است یا نه. خب میریم او وبسایت میبینیم، باز با توضیحات مکمل دوباره برمیگردیم و با شما توضیح مکمل میدم که چیکار را باید انجام بدین اگر در او وبسایت شغل شما بود یا اگر بود هم رنکینگ شما بود، یا تمام موضوع دیدم بر شما توضیح میتونم. بیاین اون رو میبینیم، باز بعد از او بر شما مکمل توضیح میتونم که چیکار باید انجام بدیم. خب یک وبسایت است به نام wonetonline.org. این وبسایتی کاری خود ایالات متحده آمریکا میباشد. در این وبسایت که آمدین، در این قسمت شما گزینه سرچ داریم، یعنی Occupation Keyword Search. شما میتونین در اینجا همون شغل را که شما دارین سرچ کنین. مثلا شما هستین English Teacher، English Teacher میزنین و گزینه سرچ در اینجا انتخاب میکنین. خب آپشن های بسیار زیاد میاد در اینجا که شما در کدام بخشی English Teacher فعالیت داشتین، چی رقم تیچر انگلیسی هستین، که از جمله 20 Occupation گفته نشان داده شده اینجا. خب ما اینی گزینه پنجم میشم، Foreign English and Lateral Teacher Post Secondary، یا مثلا اینی دومش Special Education Teacher Middle School. ای هر بخش که مربوط شما بود، یا در سکول درس داده بودین یا کورس ها درس داده بودین، در اینجا گزینه هاش هست. مثلا ما اینی میره انتخاب میکنیم، یه رک انتخاب کردین در پایین میایین در یعنی قسمت جاب زون، اینجا که نشته شده جاب زون، در این قسمت سعی کنین که همی شغل شما چی آپشن ها رو داره.
title, education, related experience, job training, job soon examples, SVP range. که مهمترین بخش اهنمی SVP range است. اگر شغل شما SVP range از 7 به بالا بود که ای از 7 به بالا هست. یعنی بین 7 تا 8 است. ای جاب مورد تایید سفارت قرار میگیره. یعنی خوب است. از 7 به بالا که بود خوب است و در همین قسمت شما میتونین 2 سال تجربه کاری درست کنین و سفارت ببرین، سفارت قبول میکنه. یا مثلا شما هستین گرافیک دیزاینر هم که میایین در اینجا پایین سرچ میکنین، SVP رنج از 7 به بالا است، این هم مورد تایید سفارت قرار میگیره. یا مثلا شما میزنین، خیلی از دوستان گفتن مثلا ما خیاط هستیم، تیلر. خیاط اینجا هم گزینه های مختلف داره، مثلا تیلر، درس میکر این کستم سیورز، امی شغل خیاطی شماست. این را انتخاب کنید در پایین که بیایی سعی کنیم شغل خیاطی رنکینگ SVPش 4 است، یعنی پایین است، خود خیاط مورد تایید قرار نمیگیره. ولی طبقی که ما یک ویدیویی با خانم مهسا داشتیم، اونا گفتد تیلر منیجر، میگفتن تیلر منیجر انتخاب کرده بودن، او مورد تایید قرار گرفته بود. مثلا دیگه نامد، ولی یا تیم لیدر میگفتن. تیم لیدر، منیجر آل ادر، مثلا یعنی منیجر. شما اگر خیاط هستین یک چند تا شاگرد دارین، میتونین خود منیجر رو چند نفری که پیش شما کار میکنه انتخاب کنین و در حساب رنکینگ شغلی میبینیم که چه رقم است این شغلی منیجر. در پایین که بیاین سکن SVP 4.6 است که هم ضعیف است. ولی در کل عمومیش برای شما بگویم، در همین وبسایت سرچ کنین تجربه کاری خود طبقی این نظمی نظری همین وبسایت درست کنین که رنکینگش از 7 به بالا باشه. یک گزینه دیگر هم سرچ میکنیم که خیلی از دوستا گفته بودن، یه است که مثلا مکانیک موتر است. مکانیک موتر، مکانیکل انجینیر نه، مکانیکل دور ریپیرز، ماشین ورکرز و مکانیکل. مثلا نیز انتخاب میکنیم، پایین که میاییم رنکینگش مثلا این بخش 4.0 است که پایین است، باید 7 باشه. شما پیدا کنین که در بخش که شما هستین کدام گزینش مثلا رنکینگش از 7 به بالا مره. اینجا مثلا یک بخش مکانیک چندین آپشن داره، هر آپشن که از 7 بالا رفت رنکینگش، اون رو انتخاب کنین و تمام بخش یک سرتیفیکیت یک تجربه کاری جور کنین که مورد تایید سفارت قرار بگیره. خب این مختصر توضیح بود که شما همون شغل خودم تا خود وبسایت oned.org چی رقم چک میکنید. دوستان عزیز، حوصله مندی به خرج بدین در این وبسایت. اگر خودتون انگلیسی بلدیت ندارین، با یک نفری که با انگلیسی آشنایی دارن بشینین و دقیق اون بخش را که شما اکسپرت هستین، هر کس نظر به شغل خود میفهمه که ما کدام بخش اکسپرت هستم و میدانم. چون اگر در همون بخش شما سرتیفیکیت کاری هم درست کنین، سفارت احتمال داره در همون بخش سوال های تکنیکی هم از شما پرسان کنه. مثلا ما تجربه داریم از یک مکانیک موتر، خیلی سوال های تکنیکی راجع به موتر پرسان کرده بود. شما باید در همون بخش تخصص واقعی داشته باشین، سرتیفیکیتش رو درست کنین تا در سفارت مورد تایید قرار بگیره. این را با دقت در همه وبسایت چک کنین، همون بخشی از شغل شما که رنکینگش از 7 به بالا بود اما SVPش از 7 به بالا بود، همون رو انتخاب کنین، در همون سرتیفیکیتی که شما درست میکنین اونمو جاب تایتلی که در اونجا برای شما نشان دادم زده بود، اونمو جاب تایتل بزنین و در خود سفارت هم آمادگیش داشته باشین که اگر کدام سوال از شما پرسان کرد جواب داده بتانیم. در یه رقم شما میتونین یک تجربه کاری مورد تایید سفارت برای خود درست کنین و نگران این نباشین که کسی شما بخاطر تجربه کاری رد شود.
مثلا کسایی که استاد هستین، استاد انگلیسی هم در اونجا جاب تایتلش هم بود و رنکینگش هم از 7 به بالا بود که بسیار گزینه خوب است و انگلیسی بلد باشین یک چانس بسیار بالایی داریم به یک برنده پروسه انتخاب شدیم. در غیر از اون اگر تخصص ندارین یا شغل شما در اینجا رنکینگش پایین بود، تلاش کنین از هر راهی شده یا اگر امکانش بود ما صرف 2000 تمام کردین و مدرک خود نگرفتین، مدرک خود تهیه کنین که راه ساده تر شانوم است که از طریق مدرک بتونین کارهای خود پروسیس کنین. ولی پروسه لاتری در کل برنده شدنش هم یک چانس است. بعد از برنده شدن که ویزا میگیری و کارهای خود پروسیس میکنی یک چانسی دیگه هست. ما برای همه شما دوستان عزیز توصیه میکنم با دقت وقتی که برنده شدی چانس طلایی به دست آمده، تلاش کن که همین فرصت خوب محکم بگیری، با حوصله و صبر تمام اسنادهایی که نیاز است تکمیل کنی، مکمل کنی و کارهای خود را پروسس کنی تا به خیر ویزا دریافت. خب امیدوارم که این توضیح کوتاه و مختصر به درد شما خورده باشد و برای شما مفید واقع شده باشد. اگر سوالی داشتیم پرسان کنید که من تلاش میکنم که به سوال شما دوستان پاسخ بدم. اگر در کامنت پاسخ دادن شد در ویدیوی بعدی حتما پاسخ بدم. امیدوارم که همه دوستایی که برنده شدن بتونن از این پروسه استفاده کنن و ویزا هم دریافت کنن. خب اگر تا حال چینل سابسکرایب نکردید سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک کنید تا یوتیوب برای دوستای عزیز بیشتر ریکامند کنه. منتظر ویدیو بعدی ما باشیم. تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدارش.